به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و اوقات خوب و خوشی رو سپری کرده باشین. ممنون و متشکریم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی می‌کنین. این ویدیو رو با پیشنهاد عجیب مقامات اسرائیل به دولت مصر شروع می‌کنیم. میدل ایست آی به نقل از روزنامه یدیوت آهارونوت خبر داده که یکی از پیشنهادهای اسرائیل واسه مصر جهت پذیرش آوارگان جنگ غزه کنار گذاشته شده بخش اصلی بدهی‌های قاهره به بانک جهانی هست. منبع این روزنامه برای این ادعا هم مقامات مصری عنوان شده. این نشریه می‌نویسه روشن نیست اسرائیل چه نفوذی در بانک جهانی دارد که چنین پیشنهادی را به طرف مصری ارائه کرده. با این حال از اونجا که بانک جهانی به طور سنتی تحت نفوذ ایالات متحده قرار داشته و رئیس آن همواره یک آمریکایی است، ناظران اینکه آمریکایی‌ها پشت پیشنهاد ادعایی مزبور باشند را نامحتمل نمی‌دانند. این در حالی که خبر رسیده سیسی با دو درخواست تل‌آویو مخالفت کرده. رئیس جمهور مصر درخواست‌های نخست وزیر رژیم صهیونیستی از جمله موافقت با طرح کوچاندن فلسطینی‌های غزه به این کشور در ازای حذف بدهی‌های مصر به بانک جهانی و انتقال زخمی‌ها از نوار غزه به سینا و برپایی یک بیمارستان صحرایی در آنجا را رد کرد. نخست وزیر مصر هم در مخالفت جدی با طرح‌های رژیم صهیونیستی برای کوچاندن فلسطینیان به منطقه سینا گفت آماده ایم جان میلیون ها نفر را قربانی کنیم، اما کسی حتی به دانه شنی در این منطقه نزدیک نشود. اما مثل اینکه اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی صدای مدیر شبکه لس آنجلسی رو هم در آورده، پیشنهاد میکنم این ویدیو رو از دست ندین. حکومت اسرائیل از میان مردم اسرائیل قبول ندارم. من دموکراسی اسرائیل رو دموکراسی درستی نمیدونم. نظرم دیگه. نگفتم دموکراسی، عرض کردم حاکمان اسرائیل از داخل مردم اسرائیل در میان. قبول من قبول ندارم. من قبول ندارم. نه پس از کجا میان؟ از آسمون؟ من جا عقبازی. این با اون ائتلاف کنه، این با اون حزب بزنه و بعد بالا پایین کنه، نمیدونم فلان. آقا نتانیاهو، آقا نخست وزیر یکی دیگه انتخاب شد، نتانیاهو حاضر نشد کاخو ترک کنه. پس اینا از میان مردم در میان. نه آقا من قبول ندارم. من قبول ندارم. حالا بد نیست جواب شهرام همایون به بیننده های این برنامه رو هم با همدیگه بشنویم. شمیم فروهر میگه آقای همایون کجا نتانیاهو شکست خورده؟ شما دارید حرفای جمهوری اسلامی رو میزنید. خب گوش نده شمیم جان. من حرفای من اینه. نتانیاهو یه روزی در خود اسرائیل محاکمه خواهد شد به جرم خیانت. اینو یادداشت کنید بذارید. نخه پس پیروز شده. کشوری که در جنگی با 5 تا کشور پیروز از آب در اومد، 2000 تا کشته داد، الان 20 روزه در مقابل حماس نتونسته. بعد آقای نتانیاهو پیروز شده. پیروزی چیه؟ همین دادار دودور که میگم این جوریه دیگه. این میگه من هر چی در مورد اسرائیل باید خوب بگیم. من هیچ کاری نمیکنم. من بوز که نیستم که، برادر من که. آقا انسانم خوب چیزه. بگیم آقا یه دولت کشور بیا بگه آقا بیمارستان رو تخلیه کنیم، من میخوام بیمارستان رو بزنم. شما فکرشو بکنید. این اگه اسمش جنایت نیست چیه پس؟ در ادامه صحبت‌های همایون در مورد تهدید بیمارستان‌ها جا داره بگم که امروز صبح الجزیره به نقل از مدیر بیمارستان از ترکیه نوار غزه نوشته که رژیم صهیونیستی طبقه 3 این بیمارستان را مورد هدف قرار داده. بیا نوشته چرا شما اینقدر با اسرائیل بد هستی؟ آقا به نظر شما آقایی که با اسرائیل خوبی، این درسته که یه دولتی بده اعلام کنه که آقا بیمارستان رو خالی کنی؟ تو اگه بابات سرطان داشت دور از جونش تو اون بیمارستان بود، اظهار نظر چی بود؟ شماها به خاطر تعصباتتون پا رو هر چه قاعده است میذارید. وجدانن اگه بچه خودت مریض بود تو بیمارستان بود چی فکر می‌کنی؟ چی نظر می‌دی؟ کجای دنیا در کدام جنگی حمله به غیر نظامی غیر مسلح تحت هر شرایطی مذموم تلقی نشده؟ همه جای دنیا همین رو مذموم میدونن. یمنی ها اما با حملات گسترده‌ای که انجام دادن یک بار دیگه حمایتشون رو از مردم فلسطین اعلام کردن. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفته که عملیات گسترده‌ای در اسرائیل انجام دادیم. تعداد زیادی موشک بالستیک و کروز و تعداد زیادی پهپاد را به سمت اهداف مختلف دشمن صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین پرتاب کردیم. تأیید می‌کنیم که این عملیات سومین عملیات در حمایت از برادران مظلوممان در فلسطین است. تا
توقف اقدامات رژیم اسرائیل به حملات دقیق تر با راکت و موشک و پهباد ادامه می دهیم. موضع مردم یمن در قبال آرمان فلسطین ثابت و اصولی است و مردم فلسطین حق کامل دفاع از خود و استفاده از حقوق کامل خود را دارند. این صحبت ها در حالی مطرح شده دوستان که المیادین هم گفته تیپ های حزب الله در آماده باش تهاجمی هستند. حالا که بحث حزب الله پیش اومد، بعد نیست همینجا اعتراف کارشناس صهیونیست اینتراشغال در مورد قدرت موشکی حزب الله رو هم با هم دیگه بشنویم. حدودا یک هفته پیش با هم حرف می‌زدیم که آیا میرن آیا نمیرن. امروز می‌بینیم که تانک های اسرائیلی در داخل نوار غزه. بله، این برای اینکه اولا برای اینکه فشار بیاره روی رهبران حماس که گروگان‌های اسرائیلی رو آزاد بکنن. این خیلی مهم هست چون در اسرائیل این دیدگاه وجود داره که اگه فشار نیاد روی حماس، ما گروگان‌های ما رو شاید 5 سال 10 سال اونجا نگردن، براشون مهم نیستش. ولی هنوز من مطمئن نیستم که اسرائیل بخواد یا بخواد حتی حماس رو با وجود اینکه میگن میخوان سرنگون کنن، ما به چجوری میخوایم همچین کاری بکنیم وقتی ما فقط تمرکزمون روی شمال غزه هستش. خب اگه اینطور هستش همه فرار میکنن میرن جنوب، یا ما چجوری میخوای پس حماس رو بیرون بکنی؟ الان موشک های حزب الله مثل یه تفنگ با گلوله روی شقیقه ما، چون ما میدونیم که میخواد چی کار بکنه با این همچین چیزی. پس ما باید فکر بکنیم که آیا حاضر هستیم با این تفنگ زندگی بکنیم روی شقیقه ما یا نه. آقای نتانیاهو تموم شد. اپوزیسیون خواهد آمد در اسرائیل، اپوزیسیون گروه های چپی هم شاملش خواهد بود. یک خبر دیگه هم در مورد حزب الله داریم دوستان. حزب الله از هدف قرار دادن یک کمین نظامیان صهیونیست در نزدیکی مرزهای لبنان با موشک‌های هدایت شونده و کشته و زخمی شدن همه آنها خبر داد. حالا بریم سراغ یک خبر فوری. به نقل از نیویورک تایمز، حمله زمینی اسرائیل به نوار غزه رسما آغاز شده. سخنگوی ارتش اسرائیل هم در این رابطه گفته امروز دستور پیشروی همه جانبه به عمق غزه صادر شد. تصاویری هم از نظامیان اسرائیلی در خیابان‌های شمال غزه در فضای مجازی منتشر شده. مقامات حماس با تایید این خبر گفتند که عملیات زمینی اسرائیل علیه غزه عملاً آغاز شده است. سخنگوی حماس با بیان اینکه نیروهای اسرائیل تانک‌ها را وارد اماکنی کردند که هیچ چیز در آن وجود ندارد گفت اشغالگران در چندین محور وارد تحرکات زمینی شدند و عملاً عملیات زمینی آغاز شده است، اما بنا به دلایل خاصی آن را اعلام نمی‌کنند. سخنگوی حماس در گفتگو با الجزیره تصریح کرده اشغالگران در برخی محورها و مناطق کشاورزی و اماکنی که پیش از بمباران دارای جمعیت بود پیشروی کردند، اما این محورها ضعیف یا از پیش بمباران شده و این دستاورد نظامی محسوب نمی شود. وی گفت در ضربه نخست در عملیات طوفان الاقصا دشمن را غافلگیر کردیم و غافلگیری های زیادی هم در چنته داریم و ما در گردان های قسام آمادگی کاملی برای عملیات زمینی با اسرائیل داریم. سخنگوی قسام با تاکید بر آغاز عملیات زمینی اسرائیل در چندین محور تصریح کرد مقاومت ایمان دارد که قادر به در هم شکستن ارتش اسرائیل و ناکام گذاشتن آن از تحقق اهدافش هست. لحظاتی بعد از صحبت‌های سخنگوی حماس خبر رسید که گردان‌های القسام خودروهای دشمن رو که در حال نفوذ به محورهای شمال غرب و جنوب غزه بودند با ده‌ها گلوله خمپاره منهدم کرد. شبکه العربیه در مورد این خبر گفته یک گروه نظامی 35 نفره اسرائیلی که در شمال غزه در حال پیشروی بودند در کمین قرار گرفتند و درگیری‌ها با شدت زیادی در این منطقه ادامه دارد. در حالی که ارتش اسرائیل در کمین نیروهای حماس قرار گرفته، منابع آگاه محلی هم از فعال شدن آژیر هشدار در شهر تل آویو خبر دادند. گردان‌های القسام اعلام کردند که در واکنش به حملات و بمباران‌های رژیم اسرائیل علیه غیر نظامیان، تل آویو مورد حملات موشکی قرار گرفت. خبرگزاری‌ها در پی این حملات سنگین موشکی گفتند که حماس برای اولین بار از موشک‌های سنگین استفاده کرده. خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.